تو این یک دقیقه واقعا نمیدونم از کی باید اسم بیارم که توی ایام انتخابات فقط به جرم اعتراض کشته شد ولی تا حالا هیچ اسمی ازش برده نشد. از کی میشه اسم آورد که زندانی شده ولی گمنام باقی مونده؟ من نمیدونم شما تا حالا اسم علی فتحعلیان رو شنیدین؟ اسم حمید یوسفزاده رو شنیدین؟ دو تا از جوانایی که شاید ماها تشویقشون کردیم توی اعتراض خیابونی رفتن کشته شدن ولی هنوز خانواده‌شون احساس امنیت نمی‌کنن که اسمی ازشون ببرن یا مصاحبه‌ای بکنن. پروین جوادزاده، کوهیار گودرزی، ارسلان ابدی، زندانیایی که واقعا ماها مشوقشون بودیم این وقت تو دنیای آزاد ولی الان هیچ اسمی ازشون نیست. همه اینها رو گفتم که بگم چه اشکالی داره. اینجا تو فضایی که ما آزاد هستیم، به جای این همه سرشار بودن از سوء تفاهم و سوء زن، همون همدلی سال گذشته رو داشته باشیم و هر یک از ما بشیم خانواده یک زندانی گمنام. که هر جا میریم در رسانه، در صفحه های مجازی میریم، تو دانشگاه، تو خیابون، هر جا میریم وقتی حال ما رو میپرسن، حال زندانی های گمنامی رو هم بپرسن که جنبش رو اونا زنده نگه داشتن. آقای ثابتان، سوالای من تموم شد. شما یک دقیقه وقت دارید که هر چی دوست دارید بگید. این یک دقیقه رو همینجوری که از پخش میکنیم. بله، خیلی ممنون هستم. من فقط دوست دارم که با شنوندگان و بینندگان برنامه شما کمی درد دل بکنم و اونم این است که همونطور که عقلانم گفتم، آیین بهائی یک نهضت جهانیه که در حقیقت یک سازمان اجتماعی هم هست. در سازمان ملل یک کرسی داره، یک دفتر داره. هدف از این آیین این است که در ایران و در کل جهان یک تفاهمی به وجود بیاره در مورد وحدت در کسرت. به این معنا که در ایران تصور کنید یک گلخانه است و در این گلخانه گلهای متفاوتی وجود دارن، هر کدوم از این گلها رنگ و بویی دارن، هر کدومشون با ارزش هستن، ولی متاسفانه میبینیم که الان به خاطر دلایلی که همه آگاه هستیم این گلها پرپر دارن میشن. آیین بهائی میخواد بگه که همه این گلها ارزشمند هستن و این گلخانه رو باید نگه داشت و اون پیکر اصلی ایران که یک پارچه هست، این رو ما خدای نکرده با اختلافاتی که بین مردم ایجاد میکنیم از بین نبریم. خانم کار، ما آخر سوالامون معمولا یه دقیقه به مهمونامون وقت میدیم که هر چی دوست دارن بگن و ما این عین یه دقیقه رو میذاریم. این یه دقیقه شما از همین الان شروع میشه. والا چی بگم با یک دقیقه که کارای ما درست نمیشه، ولی در این مدت کم فقط یک آرزو میکنم. آرزوم اینه که وقتی که صبح در یک کشور دیگه غیر از ایران ما از خواب بیدار میشیم و میریم سر اینترنت یا میریم سر تلفن از دوستامون میپرسیم چه خبر، خبر اعدام نشنویم، خبر وضعیت بد زندانیان سیاسی رو نشنویم، خبر ترور نشنویم، خبر تهدیدهای لفظی بزرگان حکومتمون رو نشنویم و یک کمی بتونیم با آرامش خیال روزمون رو در غربت شروع بکنیم. این بزرگترین آرزوی من در شرایط کنونیه. یواش یواش تحت تأثیر اوضاع احوال آدم مطالباتش و دعاهاش و آرزوهاش تقلیل پیدا میکنه، اما باز فکر میکنم این تقلیل نیست، این یک آرزوی بزرگه که همه خارج از کشوری ها دارن. صبح که بیدار میشن خبرای بد نشنون از ایران. خب آقای بهاری، یک دقیقه وقت دارید که هر چی دوست دارید بگید، ما این یه دقیقه رو پخش میکنیم. ببینید، من چیزی که توی یه دقیقه میخوام بگم اینه که مخاطبای برنامه شما، بیننده‌هاتون، من خواهشم اینه که به عنوان یک ایرانی که از دو چیز در حقیقت پرهیز کنن، یکی ناآگاهیه، جهل، و یکی هم خشونت که در حقیقت زاده جهل و ناآگاهیه. بزرگترین موفقیتی که این دار و دسته‌ای که در ایران در حال حاضر حاکم هستن میتونن داشته باشن اینه که مخالفا و منتقدان خودشون رو مثل خودشون به یه چیزی مثل خودشون تبدیل کنن، یک سری آدمای ناآگاه و در حقیقت خشونت طلب. ما باید متوجه باشیم که نقطه ضعف اصلی این دار و دسته‌ای که در حال حاضر در ایران حاکم هستن اطلاع رسانیه و ما باید سعی کنیم که تا حد امکان جریان شفاف اطلاع رسانی رو در داخل ایران، از ایران به خارج از کشور و از خارج از کشور به ایران رو برقرار کنیم. و
مسئله حقوق بشر خیلی مهمه و من با یک سری از دوستان یک پروژه رو در دست داریم که در حقیقت مستند کردن تصاویر نقض حقوق بشر در ایرانه که حالا دوستان میتونن از طریق فیسبوک یا ایمیل با من تماس بگیرن و من بیشتر راجبش میتونم باهاشون صحبت کنم. یک دقیقه وقت دارید، عین یک دقیقه رو ما پخش میکنیم، این شما و اینم تماشاچی پارازیت. اولا من فکر میکنم که دوستان ایرانی ما یه مقداری از شیرین نشاط خسته شدن، بعدشون نیاد که مدتی اصلا راجبش حرف نزن، که من کاملا باشون موافق هستم. بعدش هم اینه که تنها چیزی که آخری که میخوام بگم اینه که ماها ایرانی ها باید این روزها بیشتر و بیشتر و بیشتر به هم نزدیک بشیم و چقدر بهتر که هنر راهی باشه که ماها رو به هم دیگه نزدیک تر بکن. حرف آخر. خب ما توی فیسبوک نوشتیم که با 40,500 تومانی که هر ماه قرار دولت آقای احمدی نژاد به حساب شما بریزه چی میشه تو ایران خرید. یکی نوشته که پماد ضد سوژه. حالا اگه من خراب کرده بودم پرسید خرابه. پماد ضد سوزش برای صورتمون که با سیلی سرخ نگهش داری. شارژ ایرانسل. یکی نوشته که با 40,500 تومان 60 لیتر بنزین میزنم میرم جمکران، 500 بقیه‌ش هم میندازم توی چای جمکران. من فقط موندم که آیا میتونه برگرده یا نه. این خوبه، گفته کیف پول برای بابام، من که بابام تا حالا اینقدر پول نیده. یکی هم نوشته که تاکسی میگیرم تا که برم فرودگاه امام که از ایران بیام بیرون، ولی با 40,500 تومان تا نصف راه میشه رفت، یعنی تا فرودگاه نمیرسه هیچ وقت، یعنی وسط راه پیاده میشه. فهمیدم. بعد یکی گفته من پولو برمیگردم به خود آقای احمدی نژاد که یک کت جدید بخره. 2 کیلو گوشت که کبابی بزنیم تو رگ، ایول دمش گرم، خیلی وقت یه دنده کباب نخوردیم، بذار بعدش آب و برق و گازو قطع کنن، طوری نیست، عوضش گوشت خوردیم در تاریکی و بی آبی. یکی گفته بود یه مش لاستیک میخوام آتیش میزنم که آلودگی هوا انقدر بد بشه یه روز دیگه تعطیلمون کنه. یکی نوشته که انقدر میشه با این پول چیزای مختلف خرید که از امروز از صبح خیابونا پر شده از پلیس ضد شورش. فهمیدی؟ اینو تو انتخاب کردی؟ آره. خیلی هم نوشته بودن که ویسکی می‌خریم و عرق می‌خریم و می‌خوریم می‌زنیم عرق سگی هم هست که خیلی دیگه. آره. ولی دوست دارن. همه با قیمت قبل از هدفمند شدن عرق سگی رو حساب کرده بودن، چون که یارانه ها رو از رو عرق سگی هم برداشتن و می‌دونی که اونم هدفمند شده و خب گرون‌تر شده. یکی گفته چفیه، تسبیح، نعلین، 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 باتوم، عطر شاه عبدالعظیم زبزم. شاه عبدالعظیم بابا. نعلین چیه؟ نعلین. کفش آخوندا. اوه. 101 عدد ساندیس و 101 عدد تیپ تاپ برای اضافه کردن به دوستاش. یکی نوشته گذشته از شوخی همه میدونن که با این پولایش کار نمیشه کرد، ولی میشه یه حساب برای حمایت از خانواده زندانی سیاسی افتتاح کرد تا با واریز کردن این پولا نشون بدیم که همه مردم ایران رو نمیشه با 40,500 تومان خرید. همه رو نمیشه خرید، یعنی یه گروهی رو میشه خرید. اما میگه برمیگرده به 101 عدد ساندیس و 101 عدد تیپ تاپ برای اضافه کردن. تیپ تاپ بابا. تیپ تاپ ببخشید، تیپ تاپ نیست، تیپ تاپه. آها آها این خیلی باله. میگه این پوله تو همون بانکه میمونه، چون هر وقت میرم بانک جا پارک نیست، یه جای پارک میکنم که 40,500 تومان جریمه میشم. یکی هم خوبه گفته من با این پول یه ماسک یا آچار فرانسه و یه شاکلیت میخرم که بزنم تو خط دزدی. این کجاش باحال تبلیغ چیز میکنه؟ البته این کار که نمیکنه، یه شوخی بود. ما از توصیه میکنیم هیچ کسی این کار نکنه، خیلی بده. 2010 هم که دیگه خلاص. خب این بود برنامه این هفته پارازیت. این اولین برنامه از بهترین های پارازیت بود که دیدیم با هم دیگه. هفته دیگه هم همچنان قسمت دیگری مثل این قسمت برای شما خواهیم داشت. ولی خوبه ها نرین، مثلا چون دوباره داریم یه چیزایی تکرار میکنیم این دلیل نمیشه که اصلا نبینیم. خوبه، بهترینان، بهترترینان. تا هفته دیگه امیدوار باشید و مثبت فکر کنید. گر نکوبی شیشه سنگ را به غم را به سنگ گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود 70 رنگ. 35 بار اینو تکرار کردیم هنوز حفظ نکردیم. خوشم میاد. یه استعداد.